خب مستحضرید، علی‌رغم منابع و مخازن عظیم آب در خوزستان، ولی با توجه به اینکه زنجیره به طور کامل طی سالهای گذشته کار نشده، مردم خوزستان هم از بابت تأمین آب شرب و هم از بابت تأمین آب کشاورزی و همچنین موضوع فاضلاب گلایه هایی دارند. در خوزستان طی سالهای گذشته سرمایه گذاری های عظیمی در بخش آب در موضوع احداث سدها و شبکه های پایین دست انجام شده، ولی در بخشی از به اصطلاح حوزه ها زنجیره کار و پروژه ها تکمیل نیستش. اولین برنامه آقای رئیس جمهور بازدید از مجموعه تصفیه خانه و شبکه انتقال فاضلاب به شهر اهواز بود. خب مستحضرید، به اصطلاح ارتفاع آبهای تحت الارضی در خوزستان بالاست و امکان جذب فاضلاب در زمین وجود نداره و در این گونه شهرها که هم شهرهای شمالی ما، شهرهای جنوبی ما و بخشی از کشور چنین شرایط رو داره، ایجاد شبکه فاضلاب بسیار بسیار امر ضروری هستش. طی سالهای گذشته شاید در دولت دهم احداث تصفیه خانه اهواز کلید خوردش، پیشرفت‌های خوبی داشت و در سالهای بعدش به اتمام رسید، ولی متاسفانه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهر اهواز کار نشده بود که در طی ماه‌های اخیر عملیات اجرایی و تکمیل اونها در واقع شروع شد. کلکتورها کار نشده بود، شبکه‌های اصلی کار نشده بود. چند درصد کار شده بود؟ ببینید، شهر اهواز از گذشته خودش در واقع یک شبکه فاضلاب داشته. این شبکه فاضلاب هم قدیمیه، هم اتصالاتش کامل برقرار نیست، کلکتورها برقرار نیست، بخشی از این شبکه ریزشیه. در این قرارداد جدیدی که با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد شده، قرارگاه متعهد شده در ظرف 36 ماه این شبکه رو کامل کنه. نوسازی و کامل، نوسازی یعنی فرسودش هم؟ بله، نوسازی تکمیل و اتصالات رو هم برقرار درست کنه. بازدید آقای رئیس جمهور، نتیجه این بازدید این شد که آقای رئیس جمهور دستور دادن اولا اعتبارات خیلی سریع تزریق بشه. نکته دوم این بود که ایشون فرمودن که زمان اجرا رو کوتاه بکنیم، که ما زمان 24 ماه رو پیشنهاد دادیم. آقای رئیس جمهور گفتن حتی کمتر، که ما جلساتی رو که امروز برگزار کردیم در همین راستا بود که زمان رو حتی کوتاه‌تر کنیم، که انشالله بررسی های کارشناسیمون رو انجام میدیم، گزارش های خودمون رو به دولت اعلام میکنیم، در واقع ملاحظات و ضرورت ها رو اعلام میکنیم و انشالله نتیجه نهایی رو هم به استحضار مردم خوزستان البته موضوع فاضلاب فقط مخصوص شهر اهواز نیست، شهرهای دیگر استان خوزستان هم عمدتا همین مشکل رو داره. در بعضی از این شهرها فاضلاب شروع شده، حالا باید ما منابع کافی تأمین بکنیم، شهرهای دیگر رو هم بتونیم سرعت بدیم. برای شهر اهواز مشکل تأمین منابع مالی دارید؟ با دستوری که دیروز فرمودن خیر، منابع بخش اولش تأمین شده، پیش پرداخت مناسبی به پیمانکار پرداخت شده، پیمانکار کار خودش رو در چند کارگاه شروع کرده، قرار بر این شد که تعداد کارگاهاش رو حداقل دو برابر کنه. البته